שלום וברכה. פרשה של הלכה. במהרי ישראל ונשון דודן עלוגה בקשבר ישראל גנוהי נובח שודני. واقعا انسان تعجب میکنه که وقتی که قوم اسرائیل مرتکب ساختن گوساله طلایی میشه و چنین گناه کبیره مرتکب میشه، موشه موفق میشه، موافقت خدا را جلب میکنه و تا حدودی خداوند از گناه اونها میگذره. هرچند خدا میگه که در موقعیت مناسب به وقت خودش من باز ممکنه این گناه را یادآوری بکنم، اما در پارشای ما رفتن جاسوسا به کشور اسرائیل، بازگشت اونها و بازتاب انعکاس گفتار اونها به هم فکری و هم دیاری قوم اسرائیل با اونها در عدم توجه به کشور اسرائیل و اینکه شروع به بهانه‌جویی کردند که یک جوری خود را از این کشور جدا کنند و تمایلی به اون نشون نبدند، این را خداوند یک گناه نابخشودنی تلقی میکنه و اونطور که باید شاید اونها را نمیبخشه. و موشه هرچند سعی میکنه مثل بار اول در مسئله عگل بخشش خدا را فراهم بکنه، اما موفق نمیشه. البته اینکه خداوند موافقت میکنه که اونها هنوز بمونند، تداوم زندگی داشته باشند، در بیابان بمونند، اما اون نسل را بالای 20 ساله ها را از رسیدن این کشور منع میکنه، محروم میکنه و خداوند اینجا کوتاه نمیاد. اهمیت ملیت اسرائیل، کشور اسرائیل، حتی برای کسانی از برادران مذهبی ما که زیاد اعتقادی به ملیت و قومگرایی ندارند و فقط مسئله دیانت رو در نظر میگیرند که هر جا باشیم اونجا هم بشه کشور اسرائیل، هر جا که مذهبی و یهودی زندگی کنیم و دستورات رو انجام بدیم فرق نمیکنه، نه، این نیست. و اهمیت کشور اسرائیل و ارتباط قوم اسرائیل با این کشور یک ارتباط و اهمیت حیاتیه که میبینیم دقیقاً واکنش خداوند نسبت به این رفتار اسرائیل نشون میده که بت پرستی را خدا میبخشه، اما عدم اهمیت به کشور اسرائیل، ملت اسرائیل و حکومت در این کشور را اگر بهش بی‌مهر باشیم، بی اهمیت باشیم، جلوه و توجه نکنیم، بگیم ما در گالوت هستیم، ما در کشورهای دیگر هستیم و اون چی در اون کشور میگذره و در کشور اسرائیل میگذره به ما زیاد ربطی نداره، این گناه نابخشودنی است. همینطور که در این پارشا میبینیم و وقتی که موشه ربینون شروع میکنه نظر خدا رو جلب کنه نسبت به این گناه سخت اونها، وقتی که خدا به گفته بود که هر وقت قوم دچار گناه بشه و اگر بیاد و خصلت‌های خدا را یادآوری کنه میتونه به اونا کمک بکنه که بازگشت بکنن، تشوبه بکنن، و این 13 خصلت خدا که به مشه تعلیم داده میشه و خود خدا به او یاد میده که از او به موقعش استفاده کنه، حالا که این مسئله پیش اومده و ظاهراً خشم خدا برافروخته شد، البته خشم خدا که میگیم منظور نیست که خدا خشمناک بشه، وقتی خدا انحراف در انسانها میبینه و تصمیم میگیره که انسانها رو اصلاح بکنه،
این را در دیدگاه فلسفی به عنوان خشم او تلقی میکنند. ولی موشه وقتی میاد و خدا به او گفته بود که از 13 خصلت‌های من استفاده کنید و انجام بدید و اونها را ذکر کنید تا بتونید بخشوده بشید، اما موشه نمیتونه این 13 خصلت‌ها را همه را بگه و میبینیم که فقط بخشی از این صفات ها جرأت میکنه استفاده کنه از اونا برای اینکه از خدا بخواد که به خاطر این خصلت های خودش قوم را ببخشه. همونطوری که موشه میگه و تا یک دلنا کو وخدونای کشتر دیبر تا لمر ادونای ایر خپاییم برا پسد نصر آفون با پش را به نقل و یه نقه پوغد اوان آبا دلبانیم الشیلشیم بر ریبهیم. میبینیم که موشه از وسط خصلت ها شروع میکنه. پس هشم، هشم کو، کل کو، رخوم کو، حنون کو، اینا رو نمیگه. امت کو، این صفت رو هم نمیگه. موشه شروع میکنه از هشم رخپاییم، دیرخشم بودن خدا، کثیر الاحسان بودن خدا، بخشاینده بودن گناه و عصیان و امثال هم. چرا موشه از همه خصلت‌های خدا اینجا استفاده نمی‌کنه؟ همونطور که خدا به او یاد داده بود. هرمان رمبن مفسر بزرگ یهود میگه موشه فهمید که الان خصلت دین یعنی جبروت بر قوم اسرائیل مستولیه. قوم گناهی کرده و مرتکب شده و رفتاری کرده که قابل بخشیدن نیست. اینا میگن خصلت دین، مدت دین متجلی و مستولی شد. به همین خاطر موشه نمیتونه از خصلت رحمیم استفاده کنه، از صفت رحمیم استفاده بکنه. اینجا جای رحم نیست، چون گناه خیلی سنگین. موشه صفت امت را نمیگه، زیرا اگر با اونها رفتار واقعی بکنه، خدا با امت برخورد بکنه، حقیقت طوریست که نمیشه اونها را بخشید. رحوم نمیگه، خنون میگه، بخشنده، رحیم، کل، اینا همه صفت های رحمند. موشه فهمید که به این سادگی نمیشه و خدا اینجا نمیگذره به این سادگی. اما تو که گفتیم گناه جاسوس ها و همراه شدن قوم با اونها که یک مسئله ملی بود، از گناه اگل سنگین تره. اون هم گناه سختی بود، اما اول راه بود. اسرائیل ها تازه از مصر اومدن بیرون، تازه به خود عهد بستند، اما صدها سال در مصر بودند، با فرهنگ اونا قاطی شدند، عجین شدند. عقاید، عقیده بت پرستی و شرک مصر بر اسرائیل هم اثر کرده بوده. یهودی در هر جامعه ای که بره بالاخره از اون فرهنگ تأثیر میگیره و اسرائیل ها عادت کرده بودند به این فرهنگی که به اونا تحمیل شده بود و اول راهشون بود. تازه از مصر اومدن بیرون، میشه اونا رو باور کرد، میشه فعلا اونا رو فهمید، میشه درکشون کرد. و به خاطر اینکه بی تجربه بودند، ولی گناه مرگدیم، حالا یک سال گذشته، یک سال اونا با فرنگ تازه آشنا شدند، با دستورات خدا آشنا شدند، با تجربه زمینه بازگشت به قومیت خودشون و به افکار و اندیشه ابرام ساق یعقوب آشناتر شدند. هرچی لازم بوده خدا بهشون داده، زمینه رو فراهم کرده و آماده وارد شدن به این سرزمین هستند و خدا همه چی رو به اونا داده و اونا رو آماده ورود به سرزمین کرده. حالا قوم اسرائیل میترسه که وارد سرزمین بشه، به خدا تکیه نمیکنه. خب این هم یک کفر به خداست. لازم نیست فقط بت بپرستند،
خدا رو باور ندارند. خدا به اونا اطمینان میده، شما موفق میشید، سرزمین مال شماست، علی راش برو و بندار به ارث ببر، برو بگیر و برو تصرف کن. به همین خاطر به این سادگی خدا کوتاه نمیاد. پس موشه نمیتونه رخون بگه، نمیتونه خنون بگه، نمیدونه کل بگه، برای اینکه اسرائیل در دینه و در پتانسیال مجازات شدیده. اما موشه چی میگه؟ و تا یگدل ناکو و خشم، و تا یگدل ناکو و خشم، موشه به خدا میگه اگر اونها رو ببخشی یا به اونها تخفیف بدی، یگدل ناکو و خشم، قدرتی که تو داری اما بشر اون را دقیقا نمیدونه، در نظر انسانها بسیار این قدرت تو بیشتر عیان میشه و معلوم میشه و مثل اینکه قدرت تو بیشتر میشه. نمیتونیم بگیم قدرت خدا بی نهایته، اما مشمه یک دل ناکو بخشیم، خدا اگر اونها رو ببخشی عظمت تو بیشتر نشون داده میشه، مثل اینه که ما تو را بزرگتر از اونی که تا حالا میدیدیم میبینیم. یعنی چی یک دلناک و بخشم؟ یعنی اگر مدت دین، اگر خصلت خودت را، این خشمت را کنترل کنی و مهار کنی، مقام تو و نام تو در دنیا پر آوازه تر میشه. البته گفتیم خشم خدا خشم انسانی نیست، ما انسانیم، عصبانی میشیم، سلسله اعصاب داریم، یک چیز فیزیکی بدنی است. اما خشم خدا وقتی تورا میگه، وقتی خدا بی‌عدالتی میبینه، وقتی انحراف میبینه، در حقیقت برای اون که این رو اصلاح بکنه، اگه مجازاتی میکنه، اینا میگن خشم خدا برای اصلاح انسان. نه خدا کینه داره مثل انسان، این چیزا صفات انسانیه و این 13 خصلت‌ها هم که ما برای خدا میگیم و خدا در تورا گفته، اینا فقط اسمن شبیه صفات انسانیه، در واقعیت و من در عمق و در درونش اصلا این صفات ها مادی نیست و ما نمیدونیم، چون خدا را نمیشناسیم، ماهیتش را نمیدونیم، نمیدونیم این صفات ها درباره خدا چه معنی میده. اما رشبن نوه راشی میگه، بازم تشبیه میکنه از صفات های انسانی، چون جور دیگه نمیتونیم بفهمیم، میگه همونطوری که تو ارخپیم میگی بر و مشل بروخو میلوکت ایر، بهتر است کسی که دیر خشمه از کسی که پهلوان و جباره، و کسی که مشل بروخو بر نفسش غلبه کنه، بر خشمش غلبه کنه، بر هوسهاش بتونه کنترل بکنه، این از کسی که شهری را تصرف کنه بالاتره. این صفات انسانیه، اما یه جوری حخامیم سعی میکنن یک شباهت‌هایی نسبت به این که مشربین رو داره به خدا حرف میزنه که از خدا بخواد که نفسش رو کنترل بکنه و طوری با اسرار کنار بیاد میتونه جوابگو باشه. ایزو کی بور حکوبش تیس رو تخامه میگن گی بور کیه؟ پهلوان کیه؟ کسی که نفسش را تسخیر بکنه، مهار بکنه و در حقیقت مشربنو به خدا یادآوری میکنه. البته خدا هم بهتر از اون میدونه، اما شاید انتظار داره که موشه حرفار بزنه، همانطوری که یک بشر، یک انسان بتونه نفسش را کنترل بکنه و خشمش را فرو بنشونه، موشه از خدا میخواد که چنین بکنه و خدا هم البته بعدن میگه، و خدا میگه که من اونها را میخواستم وارد این سرزمین بکنم در این موقعیت،
اونها پیروز خواهند بود، میرفتن موفق میدند، کمک من با اونها بود، تقدیم به یک قوم ایدئال میشدند، عدالت را پیاده میکردند، شناخت خدا را به اوج میرسوندند و بعد از همون کشوری که درش زندگی میکردند میتونستند نور الهیت را به تمام دنیا متساعد کنند و پخش کنند. ولی خدا میگه کاود من باید دنیا را پر بکنه. حالا که اونها نمیتونن این کار را در داخل بکنن و در کشورشون بکنن و میدونم که اونجا هم که برن ممکنه درشون انحراف اتفاق بیفته و از اون وظیفه که به عهده اونا گذاشتم اونها رو اولگوییم نور اقوام تعیین کردم، وقتی دیدم همه بشریت به غلط میره و انحراف میره تصمیم گرفتم که یه نقطه، یه مرکزی را، یک نوری را ایجاد بکنم، یه قومی را ایدئال به دست بیارم، انتخاب بکنم و شما اسرائیل را انتخاب کردم که نمونه باشید، هرچند کوچکی تو اقلیتید. بلوم همطوری تورا میگه و اتم همه عد میکل همیم، شما کوچکترین اقوامید، اما مسئله کمیت نیست، کیفیت، شما میتونستید نور جهان بشید. و حخامه میگن از همین جا بود که اصلا گزرا شد که اسرائیل در دنیا پراکنده بشه، چون خدا دید که اونها این ایدئال ها نمیتونن انجام بدن در کشورشون. اولام خداوند در تورا میگه کاود من، جلال من، نام من باید در تمام دنیا پر بشه. حالا که شما از این نقطه ضعف هایی که از شما میبینم، میبینم که نمیتونید در کشورتون این کار رو بکنید، شما را پراکنده خواهم کرد در دنیا، به گالوت خواهی رفت، تا به طور اتوماتیک وقتی شما برید و فرهنگ تورا را ببرید و دیگران بیان و آشنا بشن و با شما در مجاورت شما قرار بگیرن، به فرهنگ تورا آشنا بشن، بالاخره اونها هم خدا را خواهند شناخت. اسلام از کجا اومد؟ از یهودیت. یهودیت وقتی پراکنده میشه میره در کشورهای مختلف، به خصوص در عربستان، در یمن، مردم اونجا با این فرهنگ یهودی و توحیدی اسرائیل و دستورات الهی و تاریخ اسرائیل آشنا میشن. چرا کتاب اونها، کتاب مقدس اونها تمامش پر است از تاریخ یهود، اون چه بر از حضرت آدم آریشون اومده، اولادان او، ابراهام، اسحاق، یعقوب، موشه، اهرون، دیگران، برای اینکه یهودیت رفت و تاریخ خودش هم با خودش برد، فرهنگ هم با خودش برد و اونها آشنا شدند، یاد گرفتند، تأثیر گرفتند و یک دین توحیدی ایجاد کردند که متأثر و شبیه تورا اسرائیل. مسیحیت از کجا آمد؟ از خود اسرائیل آمد و دنیا را به خدا تا اندازه نزدیک کرد. حالا اون چیزی که ما عقیده داریم هنوز یک اشکالاتی در اونها هست و انحرافاتی، به همین خاطر ایدئال خدا این بود که دنیا خدا را بشناسه و دنیا به عدالت برسه، دنیا به فرهنگ برسه و به اخلاق برسه، و میخواست اونها را زود به اسرائیل ببره که قوم اسرائیل اونجا ایدئال بشند و دنیا را هدایت کنند. ولی خدا فهمید یا میدانست که وقتی این رفتار رو با اسرائیل، با کشور اسرائیل میکنند و اینطور رغبت نشون نمیدند و میخوان شانه خالی بکنند و وارد این کشور نشند، هرچند خدا قول داده که میرید و موفق میشید و من کمک میکنم، اینجا میبینیم که مشربین رو به خدا میگه اولا بهتره که این خشم رو کنترل کنی و نتیجهش اینه که نام تو بزرگتر و پرآوازه تر میشه. و موشه به خدا میگه اگر اینها رو از بین ببری و به این سرزمین وارد نکنی چی خواهند دید؟ اقوام مصری‌ها چی خواهند گفت؟ خواهند گفت از اینکه تو توانایی نداشتی که اونها رو به این سرزمین ببری، اونها رو در بیابان کشتی.
و اینجا میبینیم که مشه ربینو از خدا میخواد که گبورای واقعی، قدرت واقعی، نیروی واقعی را که همون نهار کردن نفس هست به ما، به انسان ها نشون میده. و خود خدا هرچند او قوای جسمانی و فیزیکی نداره، اما در الوهیتش با این کاری که میکنه و خصلت دین میدت دین را کنترل میکنه، درس بزرگی به بشریت بده. و گفت دل ناکو و خشم، خدایا این کاری که بکنی عظمت و قدرت و نام تو با بهتر و بالاتر، بهتر و زیباتر به ما انعکاس می پیدا میکنه و میفهمی و درکش پیدا میکنی. موشه همه 13 خصلت ها را برای بخشش قوم اسرائیل یادآوری نکرد، از مدت رحمیم صحبت نکرد، از خصلت امت صحبت نکرد، برای اینکه اگر امت را میخواستند واقعا در نظر بگیرند، ما محکوم بودیم، پدران ما محکوم بودند. خط را محترد نکرد، چون خطا نبود، خطای سهوی نبود، این گناه عمدی بود. و مشربین و صفت هایی که فقط مربوط میشه به دیر خشم بودن، کنترل کردن نفس، محدود کردن نفس را فقط اینجا یادآوری میکنه، مثل حسد، احسان، ارخپیم، دیرخش بودن، برای اینکه خواست که خداوند هرچند کاملا نمیخواد ببخشه، اما خطا و مجازات اونها را به حد اقل برسونه. و متاسفانه این، البته موشه موفق شد، اما این گناه بزرگی پدران ما تحت تاثیر رؤسا و رهبران بعدشون، اون ده رهبری که ابتدا تورا اونها را اناشیم، آدم های مهمی میدونه و تلقی میکنه و آدم های خوبی بودند، وقتی رفتند و برگشتند، آیا به علت یه قدرت گرفتند یا اینکه مسائل سیاسی برخورد کردند، شاید خواستند رهبر جامعه که شدند بمونند و اگه برن تو اسرائیل فکر کردند یه قدرت رو از دست میدن، مسئله را سیاسی کردند، متاسفانه به جای اینکه به فکر انجام دادن دستورات الهی باشند و آینده اسرائیل را روشن کنند، به خاطر شاید خودخواهی خودشون یا فقط تحلیل تجزیه و تحلیل خودشون که اومدن و بدون اینکه از اونها خواسته بشه که برید و نظر بدید، برید فقط ببینید سرزمین را، ببینید چگونه است، ببینید حصاراش چجوریه، ببینید میوه‌هاش چجوریه، ببینید چجوری قابل از نظر ظاهر باطن همین چیزاشو ببینید، آدماشو ببینید، کیان کی نیستن. اما به اونها نگفت که بیایید و نظر بدید که آیا میتونیم یا نمیتونیم بریم. موشه نگفت، موشه گفت ما میریم، اینجا رو خدا به ما داده، اینجا مال ماست، میریم تصرف میکنیم، شماها رو برید. معموله وقتی که میخوان به جنگ برن، معمولا جاسوسا رو میفرستن. به موشه میخواست ما رو یاد بده که در کشورداری چجوریه، جنگ چجوریه، برای اینکه متاسفانه تاریخ پر از جنگ هاست و همه چی با جنگ همیشه متاسفانه پیش میره. میخواست یاد بگیرند که شاید، و این جاسوس ها رو فرستاد، اما اونا آمدند و از این قدرتی که به اونا داده شد سوء استفاده کردند، نظرشون را دادند، اونا ما نمیتونیم موفق بشیم، اونا خیلی قوی هند، اونا خیلی غول پیکرند، سرزمین خیلی حصارش بلنده، ما موفق نمیشیم، ما از بین میریم، این سرزمین مردم خودش رو میخوره. کی از شما خواست چنین نظراتی بدید؟ کی از شما خواست که فکر مردم را منحرف کنید و مردم را ناامید بکنید و اونها را به ترس و یأس نزدیک کنید؟ بسیار مهمه رفتار رهبران دنیا در اون سرزمین و کشورشون. کشور اسرائیل امروز که با این دشمنهای 7 منطقه از 7 جا دچار مشکلات و جنگ، متاسفانه در همین دوران هم می‌بینیم رهبران این کشور
با اینکه سربازای کشور اسرائیل با فداکاری و جانفشانی با رشادت بهترین نوع جنگ را میکنند و جان فدا میکنند، اینقدر رفتار انسانی دارند با دشمن، ولی متاسفانه رفتار سیاسی رهبرای کشور و اون اختلافاتشون که هر کسی ممکنه به فکر پست و مقامش باشه و این کینه و چند دستگی باعث این میشه که اونها اونطور که باید شاید از اونها راندمان کامل استفاده نشه و دچار مشکلات بشن و واقعا نمیبخشه این قوم و این افراد فداکار این رهبران را نخواهد بخشید اگر اینا دست از چند دستگی بر ندارند و متحد نشند و قوم اسرائیل را که الان با چنین دشمنانی از همه اکراف دنیا روبرو شدند باید و مقابله کنند، این رهبران اسرائیل باید بعداً پاسخگو باشند و در تاریخ از اونها به صورت خیلی ممکنه بد و منفی یادآوری بشه. رهبرانی که مشه فرستاد اکثریت جامعه را متاسفانه به ترس و ناامیدی بردند و این خیلی مهمه که رفتار رهبر و رهبران سیاسی به خصوص در موفقیت ها و در شکست ها خیلی خیلی میتونه تعیین کننده باشه. درس بگیریم از مسئله جاسوس ها و اون چی که آمدند و تأثیر بد گذاشتند و اینا همه خداوند در تورانا رو گفته که ما از اینا پند بگیریم و درس بگیریم و دیگه این اشتباهات را تکرار نکنیم. با امید موفقیت. شالوم و برکات.